ساکمت های مناسب تمام شود در هر جا نیست. اینجا وبسایت هاشمی همراه با فارماس انشورنس و تجربه چندین ساله که همیشه در خدمت هموطنان خیش بوده و هستم. اگر می خواهید یک انشورنس بهتر با قیمت های مناسب به دست بیاورید، لطفا با ما به تماس شوید. با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز سه‌شنبه 27 دسامبر 2011 و ششم دی ماه 1390. دنباله بحث هفته گذشته رو میگیریم و امیدوارم که امروز به جایی برسونیمش، و چون هفته آینده همطور که قبلا به عزیزان عرض کردم سه‌شنبه برنامه نخواهیم داشت و بعد قرار یک حساب سرانگشتی بکنیم از ماه ژانویه 2012 که ببینیم عرض شود که برنامه سه‌شنبه ادامه پیدا بکنه یا نه. بنابراین دنباله بحث رو میگیرم و امیدوارم که به جایی برسونیمش. من بحث رو به اینجا رسوندم، بحث راجع به امپریالیسم واقعا، یعنی در حقیقت ابتدا من چهره امپریالیسم رو بعد از فروپاشی شوروی در چند جلسه باز کردم، از قول خودشون و از نوشته های خودشون نقل قول های وسیع آوردم برای اینکه به اصطلاح یک بخش از به اصطلاح روشنفکرای ما و به ویژه در خارج، البته در داخلم هستن، حالا من مثالشو میزنم، عزیزان باید مصاحبه آخر آقای سعید لیلاز رو با روزنامه شرق ببینن که چه چیزایی میگه. اگه شد واقعا اصلا یه بحثی راجبه همین مصاحبه این آقا راجبه عرض شود که جنبش تسخیر وال استریت، که ببینید اصلا اینا در کجا سیر میکنند و چطور با انسانیت و با طبیعت دشمنی میکنند و چقدر حتی در واقع از گردانندگان همین رژیم هم عقبتر و کاسه های از آش داخترن. حیرت‌آور واقعا. و اینا آقای سعید لیلاز یه بخشی از به اصطلاح همین جنبش اصلاح طلبی بوده، حالا اگر شد راجبش صحبت میکنیم، ولی به هر حال هستن به اصطلاح روشنفکرایی که نمیخوان بپذیرن این پدیده رو و فکر میکنن که این کار به اصطلاح و یا نظر یه عده چپا هستن، که همین آقای سعید لیلاز میگه که این مارکسیست ها ایدئولوژیکن و بنده علمی فکر میکنن. اون وقت باید ببینید که این علمی فکر کردنش چیه، که میگه اینایی که جنبش وال استریت رو آغاز کرد اینا 1%، 99% اونایی هن که علیه اینا. یعنی در واقع میگن خواجه پذیرفته، اون وقت غلامان خواجه نمیپذیرن. خود اوباما صدای انقلاب رو شنید و گفت که این جنبش جنبشیه که واقعا نمایندگی میکنه بخش عظیمی از جامعه امریکا رو، و اون وقت اینا میگن خیر، از قول آقای کاظم علمداری لابد میگه به اصطلاح میگن اینا 1%، اینا که اومدن تو جنبش وال استریت اینا یه مش بیکارن. حالا اگه شد صحبتشو میکنیم. و اینا
گفته های خودشون رو علمی صحبت میکنن و اون وقت مثلا صحبت هایی رو که من نقل قول هایی رو که از مارکس آوردم اینا رو میگن ایدئولوژیکه، نه معنای ایدئولوژی رو میفهمن نه معنای نظام سرمایه‌داری رو میفهمن و به طبع با بشریت دشمنی میکنن. برای اینکه جنبش وال استریت واقعا هدفش چیه؟ هم حفظ محیط زیست و هم جلوگیری از رفتن بشریت به طرف بربریته و اینا واقعا طرفدار نظامی هستن که بشریت رو داره به طرف بربریت میبره و طبیعت رو هم به طرف نابودی میبره. واقعا اینا طرفدار متعصب، واقعا همین سعید لیلاز شما به صحبتاش واقعا تعصب کور، یعنی جلوی چشمش رو یک عینک سیاه واقعا زده که اصلا نمیبینه که جنبش تسخیر وال استریت اصلا چی هست. باز وارد به اصطلاح چیز، من بحث رو به اینجا رسوندم که صحبت مارکس راجع به حاکمیت انگلیس بر هند چه بر سر هند آورده که بعضی از حتی چپ‌ها به اصطلاح که اسم خودشون رو چپ میذارن که بخشی از تروتسکیستای انگلیس هستن که فرزن رهبر اصلی و تئوریسین اصلی حزب کمونیست کارگری درسش رو زیر دستش خونده، هر شبت که بیل وارن و دیوید یافی، اینا عقیدهشون اینه که انگلیس که به هند رفته تمدن برده اونجا و اون وقت از مارکس هم نقل قول میارن، منتها نقل قولهای دست پا شکسته و بریده. و من اینجا تمام نقل قولها رو به طور مفصل و کامل آوردم که به قول معروف سر مچ این آدما گرفته بشه. حتی گفتم و اینایی که اینجوری همین بخش که خودش رو چپ میگه الان در خدمت امپریالیسم از اولش بوده، واقعا در خدمت امپریالیسم بودن و چه خدماتی کردن. این تئوری ها آدم رو به اینجاها میرسونه. به اینجا رسوندم که بحث میکنه مارکس که انگلیس که میره به هند چه دستاوردهایی داشته که من اینا رو مفصل باز کردم و چه تخریبی داشته. و بعد میگه در واقع دستاوردها و نکات مثبت رفتن انگلیس به هند زیر کوه عظیمی از تخریب و ویرانگری به اصطلاح پنهانه یا به هر حال دیده میشه، اگر هم ببینمش زیر کوهی از ویرانگری ها. با همه اینها همون نکات مثبتی رو که صحبت میکنه، وحدت هند، روزنامه های آزاد، ارتش منظم برای جلوگیری از مهاجمین خارجی و و و و اینا رو که هست، همه اینها رو میگه که هندیان میوه این رو نمیتونن مگر به دو شرط. هندیان میوه عناصر تازه اجتماعی که خودم هم نوشتم بازسازی، که ازش به عنوان میگه دو نقش داره، یکی تخریب یکی بازسازی، ولی میوه همین بازسازی ها رو که بورژوازی انگلیس در کشورشون پراکنده است نخواهند چید مگر آنکه دو شرط داره: طبقه کارگر جایگزین هیئت حاکمه کنونی بشه، یعنی انقلاب سوسیالیستی در انگلیس بشه، که نشد، ما میدونیم مشروطش میکنه به این، و یا خود هندیان به آن اندازه قدرتمند شده باشن که از یوغ انگلیسی ها به طور کامل آزاد شده باشن، که نشدن تا 1947 بعد از جنگ دوم جهانی که دیگه تبدیل موقعی که انگلیسی ها هند رو به اصطلاح رفتن بیرون، مثل اینکه امریکایی ها میگن الان از عراق رفتن بیرون، در حقیقت یه لاشه گذاشتن، تکه پارش کردن، پاکستان رو به اصطلاح جدا کردن ازش، که بعدش هم خود پاکستان دو تیکه شد، بنگلادش اونور به حساب پاکستان اینور، و بعدش هم ما میدونیم که پاکستان چه بر سرش رفت و چه بر سرش داره میره. و مگه الان ولش کردن؟ الان هند یا پاکستان رو ول کردن؟ اینا ولکن که نیستن، مگر اینکه اتفاقاتی بیفته که در کشورهای بعضی از کشورها مثل چین اتفاق افتاد، انقلاب شد و الان میبینیم که چین به کجا رسیده با تمام به اصطلاح انتقادات بسیار بسیار زیادی که بهش وارد هست. ولی دستاوردهاش رو من بارها صحبتش رو کردم که چطور در چین به طور متوسط 6 میلیون انسان از گرسنگی میمردن، که الان در هند هنوز همینطوره،
1961 گرسنگی را در چین از بین بردن. نیمی از بخش دهقانی چین سیفلیس داشتن. نیمی از همین مردم تریاکی بودن. اینا تا 1971 طبق به اصطلاح British Journal of Medicine، اینا رو من اون زمان که تو دانشگاه جان دیشاپور بودم به اصطلاح نقل قول میکردم از British Journal of Medicine که به طور سفلیس رو در حقیقت مسئلهش رو حل کردن، 1971 اعلام شد در انگلیس که به اصطلاح، یعنی این مسائل اجتماعی و اولیه رو چطور حل کردن که هنوز در هند به هیچ وجه حل نشده. بنابراین حالا بعدش من ادامه میدم، در همین مقاله مارکس می نویسد که با تمام برخوردهای نجات پرستانه اشرافیت انگلیس به مردم هند که چرچیل مثلا می گفت اینا یه مش حشراتن، باید به اصطلاح بمب ناپالم و از اون موقع به اصطلاح چیزهای همین مناطقی رو که الان امریکا با هواپیماهای بی سرنشین داره بمبارون میکنه، اون زمان توسط چرچیل اینا میگفت اینا یه مش حشر، باید مسئله اینست که کشته بشه. همینطور که مردم عراق رو میگفت که اینا یه مش به اصطلاح حشرات الارضن. چینی ها رو میگفتن به اصطلاح مورچگان آبی، تا زمانی که قبل از انقلابشون باشه و بعد از انقلابش مورچگان آبی. علارغم این هم آقای کمپبل یکی از نویسندگانشون، مأمور شرکت هند شرقی، و هم پرنس سالتیکوف که اونم در هند کار کرده، ناچارن به زیرکی، مهارت، استعداد و هوش مردم زن هند اذعان کنن. و از جمله خود مارکس نقل قول میاره که مردم هند چه نوع آدمایی هستن. از زبان کمپبل در کتاب هند نوینش میگه که آقای کمپبل، توده بزرگ مردم هند دارای توان سازندگی و صنعتی عظیمی هستند. کاملا شایستگی انباشت سرمایه دارند. یعنی سرمایه‌دارای خوبی هم هست. الان نگاهشون کنید. چون اینا میگن استبداد شرقی و شیوه تولید آسیایی علتش این بوده که روحیه سرمایه‌داری که آقای مکس وبر صحبت میکنه، روحیه سرمایه‌داری فقط در فرهنگ پروتستانیسم وجود داره. نه کاتولیک ها دارن، نه بودایی ها دارن، نه هندی ها دارن، نه چینی ها دارن، نه ایرونی ها دارن. آقای مکس وبر عرشبت که فقط یه کسی و اونم پروتستان ها و کلوینیست ها هستن. شمال اروپا، شمال و غرب اروپان که فقط روحیه سرمایه داری دارن. الان ببینید چینی ها چه سرمایه دارای شقی و واقعا بسیار به اصطلاح تماتر و سودجوتر از اروپایی ها. روحیه سرمایه داری نداشتن هندی ها به چینی ها و یا ایرونی ها. آقای مکس وبر که روشن فکرهای ما ازش میگیرن، عرصه روحیه سرمایه داری دارن و فکر روشن آنها، حالا غیر از اون، برای درک مسائل ریاضی چشمگیر است و استعداد آنها صفر رو هندی ها کشف کردن. یعنی در حقیقت ریاضی رو کشف هندی هاست، خود مفهوم صفر رو. برای درک مسائل ریاضی و استعداد آنها از جهت ارقام و علوم دقیق بسیار بسیار بالاست. هوش و استعداد آنها عالی است. مارکس اینو از آقای کمپبل نقل قول میکنه که خودش مأمور هند شرقی بوده در اونجا و سالها زندگی کرده، و آقای سالتیکوف که فکر میکنم سفیر به اصطلاح روسیه تزاری در اونجا بوده. پرنس سالتیکوف نیز مردم هند را دقیقتر، زیرکتر و کاربردتر از ایتالیایی ها ارزیابی میکند و مینویسد روحیه سربزیری و تابعیتشان، عزیزان دیدن که به اصطلاح یه مقدار این روحیه سربزیری و به اصطلاح و تابعیتشان با نوعی نجابت آرام آمیخته است، به طوری که با وجود رخوت ظاهری همه ما هندی ها رو به صورت مردمی که رخوت دارن فلان اینا، شجاعت اونها افسران انگلیس رو حیرت زده کرده. در این افتادگیشون فوق‌العاده شجاع میتونن باشن. در ادامه مقاله مارکس ریاکاری عمیق و وحشیگری ذاتی تمدن بورژوایی که این جزء ذات مردم اروپا هم نیست،
سیستم سرمایه داری این رو می طلبه که در سرزمین مادریش یعنی اروپا اشکال محترمانهی به خودش می گیره. آزادی، دموکراسی، مجلس عوام، انتخابات، و در مستعمرات اون وقت پرده از چهره برداشته و قیافه کریه خودش رو نشون میده. سخت اینا رو مارکس محکوم میکنه و از شخص لورد کلایو به عزیزان عرض کردم، افسر انگلیسیه که در حقیقت فاتح بنگال بهش میگن، در سن 36 سالگی چنان غارت و چپاولی از هند میکنه که مثل میلیاردرهای امروز امریکایی میشه و همینطور که عرض کردم در قصری که در بیرون لندن داشته شامپاین از فواره‌هاش میومده. حتی همین لورد کلایو غارتگر معروف هند نقل قول میآورد که چگونه قوانین سرمایه‌داری را که در انگلیس آن همه تقدیس میشود در هند خودش زیر پا گذاشته و به غارت بی امان توده های مردم و حتی مهارجه ها و شاهزادگان اون کشور پرداخته است. در کشور خودشون آزادی، دموکراسی، ولی اگه قتل عام بکنن، غارت بکنن، چپاول بکنن، تمام به اصلاح حقوق بشر رو که این همه صحبتشو میکنن زیر پا بذارن، برای کشورهای دیگه هیچ اشکالی نداره. قتل عام بکنن مردم افغانستان رو، مردم عراق رو، مردم لیبی رو، تهدید بکنن کشورهای دیگر رو، ولی در اینجا در کشور خودشون مقدم از آزادی. حالا به قول معروف the chickens are coming back to roost، الان میاد و در کشورها این پدیده یه چیزیه که حالا نمیخوام امروز واردش بشم. تمام اینها رو انجام دادن در کشورهای پیرامونی، الان داره به مرکز میاد. شکنجه، زندانهای بی انتها، بحران، سرکوب، قوانینی رو دارن میگذرونن که هر کسی اعتراض بکنه به عنوان تروریست بگیرنش. روز شنبه من صحبتش کردم، قانونی که اخیراً آقای چیز امضا کرد در انگلیس که یه زمانی انقدر چرچیل هارتو پورت میکنه، چند سال پیش من نقل قول کردم 2.5 میلیون دوربین تمام حرکات مردم انگلیس رو کنترل میکنه، در خیابونها، پارک ها، ساختمون ها، حتی شاید توالت ها کنترل میکنه. اینه که من میگم از نیویورک تایمز مگزین دارم میگم که چند سال پیش، حالا ممکنه اون 2.5 میلیون به 3 میلیون، 3.5 میلیون اضافه، دوربین ها تمام مردم، حرکت های مردم رو کنترل میکنن. این مهد دموکراسی بوده. در پایان مقاله مارکس مطلبی رو مطرح میکنه که بیشک میتوانست پایه‌ای برای نظریه و درباره تفکر درباره اثرات ویرانگر صنایع انگلیس بر هند، کشوری به وسعت اروپا با 150 میلیون هکتار زمین قابل کشت، وحشت‌آور است. اما نباید فراموش کنیم که این اثرات صرفاً نتیجه بسا ارگانیک یا انداموار کل نظام تولیدی است که برپا گردیده، تقصیر این آن نیست. نظامی است که باید بشناسیمش. من روز شنبه عرض کردم که ما احتیاج به کادرهایی داریم که انسانگرا و طبیعتگرا باشند و این نظام رو بشناسن. ما کادرهایی از نوع سعید لیلاز و عرض شود که موسا قنی نژاد و قوچانی ها و صادق زیبا کلام ها احتیاج نداریم. اینا مخربن و زهرالودن. ما احتیاج به کادرهای انسانگرا و طبیعتگرا داریم که دید علمی واقعی داشته باشن و براستی به استقلال و آزادی کشورشون اعتقاد داشته باشن و نه غلامان این نظام باشن. همینطور که عرض کردم، خواجه پذیرفته و صدای مردم امریکا رو شنیده، غلامانش اون وقت هم در ایران و هم در خارج نمیتونن بشنون این صدا رو. ما احتیاج به غلام نداریم، احتیاج به انسانهای مستقل داریم، انسانهای ایستاده بر پای خود، انسانهایی که متکی به خودشون باشن
انسان باشن واقعا. نظام تولیدی است که برپا گرده این نظام تولید بر پایه حاکمیت مطلق سرمایه قرار داره. تمرکز سرمایه از جهت موجودیتش در حکم نیروی مستقل اهمیت بنیاد. اثرات ویرانگر این تمرکز روی بازارهای جهانی صرفاً قوانین انداموار و ذاتی اقتصادی را آشکار می سازه. تقصیر حزب نمان فلان اون یکی حزب نیست. نظام این رو می طلبه که اکنون در ابعادی غولاسا در هر شهر متمدن در حال عمل کردنه. در اینجا من این نقل قولهایی رو که از سه مقاله که اسم بردم هفته گذشته که همه در بین جوان و جوئیه یا به اصطلاح جون و جولای 1853 نوشته شدن برای روزنامه دیلی تریبیون و جالبه که ابراهام لینکلن این مقالات رو میخونده و به همین دلیل اثر هم روش داشته. حالا اگر شد صحبتشو بکنیم که بسا خود بسا سیاست‌های ابراهام لینکلن که در دهه 1860 در حقیقت رئیس جمهور امریکا میشه و پیام تبریکی که مارکس براش می‌میسه از طرف بین الملل اول، خود نامه مارکس چقدر نامه احترام آمیزیه به ابراهام لینکلن و ابراهام لینکلن هم جوابشو میده. این مقالات رو میخونده. ولی بعدش من میرم به جلد اول کاپیتال، نزدیک به 13 سال بعد از نوشتن این مقالات. هنگام نوشتن جلد اول سرمایه، مارکس دوباره به موضوع اثرات غرب متمدن بر کشورهای شرق و که قربانی سلطه و تجاوز چند کشور اروپایی برمیگرده در فصل مربوط به انباشت سرمایه، فصل بسیار مهمیه در جلد اول، فصل 32 باشه، انباشت اولیه سرمایه، primitive accumulation. اثرات اولیهش رو ببینیم. در این زمینه قطعه‌های پراکنده‌ای هست که من بخشش رو در حقیقت اینجا دیگه میریم توی تاریخ سرمایه داری که واقعا انباشت اولیه سرمایه داری چگونه بوده و چطور این انباشت اولیه حیاتیه واقعا برای یک جهش، برای واقعا برای انقلاب صنعتی، که بعدش هر کشوری که بخواد انباشت سرمایه درش صورت بگیره متلاشیش میکنن. من مثالش زدم، حتی در زمان شاه داشت انباشت اولیه سرمایه صورت میگرفت، متلاشیش کردن. حالا دوباره اگر بخواد انباشت سرمایه صورت بگیره یه به اصطلاح چیز دیگه ایم. یکی از کارهایی که میکنن اینه که در کشورهای قربانیشون از انباشت سرمایه جلوگیری بکنن، یعنی اولا خونریزی ادامه پیدا بکنه و مردم و جامعه در فقر باقی بمونن و در نتیجه صنایعشون، تکنولوژیشون، علومشون عقب مانده بمونه و بعدش اگر بخوان به مراحل اولیه انباشت سرمایه برسن جلوشو باید بگیرن. همینطور که عرض کردم خودشون از این پلکان رفتن بالا، بعد هر لحظه که ما بخوایم پله های اولیه رو طی بکنیم که احساس بکنن که ما میخوایم به یه درجه از رشد برسیم، پله رو از زیر پای ما باید بکشن. راجب این مسئله چند مقاله نوشته شده که اینا: کشف طلا و نقره در امریکا، نابودی به برده کشاندن و مدفون کردن مردم بومی در معادن طلا و نقره، آغاز تسخیر و چپاول هند شرقی و تبدیل افریقا به شکارگاهی برای صید تجارتی سیاه پوستان. انباشت اولیه سرمایه را عزیزان نگاه بکنن، دقیقا همین بوده. طلا و نقره امریکای هم شمالی هم مرکزی و هم جنوبی رو چطور بومیان رو در معادن نابود کردن و طلاها و نقره هاشون خروار خروار آوردن به اروپا، که من داستانشو گفتم که چطور به پرتغال و اسپانیا میومد و بعد انگلیس بعد از بستن قرارداد معروف متوئن طلاهایی که میومد به پرتغال و اسپانیا منتقل میشد به انگلیس و از اون موقع در حقیقت بورس لندن و یا به حساب بازار لندن که همون سیتی بهش میگن، سیتی آف لندن، مرکز هم تجارت شده، هم مرکز طلا شده، هم مرکز به حساب مبادله ارز شده و از اون زمان، از اوائل قرن 18 واقعا، 1703 این قرارداد رو با چیز بستن. منبع دیگه چی بوده؟
تاریخ این رو عزیزان باید بخونن که ببینن چطور ده ها میلیون افریقایی رو اینا شکار کردن و آوردن و به در جزایر کارائیب و بعد داستان خود شکر. اگر عزیزان فیلم برن بسوزان یا سوزان یا بسوزان فیلم برن رو دیده باشن وقت میفهمن که چطور به اصلاح جنگ هایی که انگلیس با چیزها داشته با اسپانیایی ها و امریکا با اسپانیایی ها داشته چطور برای تسلط بر جزایر کارابی کارائیب و در واقع همین کوبا و پورتوریکو و امسالام و امسالام و به اصطلاح از بردگان چه به اصطلاح استفاده ای کردن. اینا همش نشانه سپیده دم درخشان عصر تولید سرمایه داری است که با کشتار واقعا کل جهان صحنه جنگ و رقابت میان کشورهای اروپایی برای تسخیر جهان می شود. از همون ابتداش، ابتدا با شورش هلند علیه اسپانیا، سپس جنگ بی امان انگلیس با ژاکوبنها و بعد جنگ تریاک با چین، مراحل مختلف انباشت اولیه رو با نظم کم و بیش تاریخی بعد مارکس اینو چیز میکنه که به طور کلی چطور شکل میگیره نظام سرمایه‌داری که هر شود که میتوان به این ترتیب که ابتدا در اسپانیاست، بعدش پرتغاله، بعد هلند، بعد فرانسه است و انگلیس، به تدریج به اصلا این کشورها نظام سرمایه‌داری میخواد پا بگیره. ولی این مراحل مختلف در اواخر قرن 17 به طور سیستماتیک در انگلیس به هم پیوند میخوره. من چند بار این رو به اصلا توضیح دادم که چطور تمام عوامل تاریخی جمع شد که انقلاب صنعتی در انگلیس صورت بگیره. همین که این یه جزیره است، همین که در حقیقت باران زیاد داره، هم رودخانه زیاد داره، هم بعد از تسخیر نورمن‌ها سیستم زمینداری در انگلیس چطور بوده، زمین‌های بزرگه که بعد اینا رو اجاره میدن و بعد اون دهقانانی که اینها رو اجاره میکنن دهقانان بسیار مرفه، اینا با هم رقابت میکنن و رقابت اینها چطور باعث ابداعات و اختراعات میشه. برای اینکه عرض شود که الن ماکسین وود در کتابی که در به اصطلاح منشأ سرمایه‌داری رو صحبت میکنه میگه از مناطق روستایی شروع شده. حالا اینجا یه مقدار بحث هستش، در حالی که پال سویزی مثلا میگه از بنادری مثل لیورپول امثال هم آغاز شده، ولی کار در اونجا در مناطق روستایی کلی ابداعات و اختراعات برای اینکه این دهقانایی که زمینا رو اجاره میکردن با هم رقابت میکردن و میخواستن قدرت تولیدشون رو ببرن بالا. بنابراین از نظر آبیاری، از نظر اتوماتیزه کردن کشاورزی و غیره کلی ابداعات داشتن و حتی در تولید به اصطلاح صنایع کوچکی که داشتن. انقلاب صنعتی کم کم و کم کم از اونجا آغاز میشه. یعنی شرایطی وجود داشته، در هر کدوم از کشورها میتونه این شرایط به تدریج شکل بگیره که در ژاپن صورت گرفت اگه بذارنش به حال خودش. حالا من اینو برای عزیزان به طورسی در انگلیس این مجموعه یا عوامل انباشت اولیه چی بودن؟ شامل مستعمرات که غارت و چپاول و اوبردن و برای انباشت اولیه سرمایه دار است. قرض ملی، حالا این جالبه، اگر شد راجع به پول صحبت بکنیم که چطور بانک انگلیس تشکیل میشه، بعد از بانک ایتالیا اولین بار بانک مرکزی درست میکنه، بعدش هلند، بعدش اسپانیاست، تازه بعدش انگلیسه. ولی انگلیس موقعی که بانک به اصطلاح انگلیس بانک آف انگلند تشکیل میشه از اواخر قرن 17 هم، براستی قرض ملی رو یکی به وجود میاره که وسیله انباشت برای دولت انگلیس و بعد نظام مالیات، از مردم وقت مالیات میگیرن، چپاول مردم اینا همش، و نظام حمایت از صنایع داخلی. یعنی سه تا عامله، مستعمراتن، سیستم مالیات و قرض ملی، اینا همش باعث انباشت سرمایه میشه و در حقیقت اعتلای سرمایه داری میشه. اعمال این روش ها برای انباشت تا حدی برپایه زور اوریانه، مثلا در مستعمرات، مثلا در اما در تمام این موارد از قدرت دولت یعنی نیروی متمرکز. روزشم به من توضیح دادم از قول رودولف هیلفردینگ از کتاب فایننس کپیتال. این الان هنوز دوره مرکانتیلیزمه، هنوز انقلاب صنعتی صورت نگرفته
و دولت دخالت فعال داره در تمام اینها برای تمرکز و انباشت اولیه سرمایه که یک جهش بعدش به وجود میاره. و البته در این زمان به دلیل به اصطلاح وجود دانشگاه های مثل آکسفورد، مثل کمبریج، کلی اختراعات، اکتشافات و علوم داره پیشرفت میکنه که خود اینا از کجا گرفتن؟ اومدن در اندلس و از به اصطلاح تمدن اسلامی که در اونجا بوده. آکسفورد، دانشگاه آکسفورد از کجا بسن؟ معلماش میومدن به اندلس ارچود که، و یا دانشگاه اپسالا در سوئد، یا دانشگاه مونپلیه در به اصطلاح فرانسه. اینا تمام میومدن از اونجا درس میگرفتن در قرون فرزند 15 16 17. اینا اونجا به اصطلاح تعلیماتشون رو میدیدن و بعد دانشگاه های مثل آکسفورد و اپسالا و مونپلیه و سایر دانشگاه ها به اصطلاح برپا میشه در اروپا و اروپا اون وقت شروع میکنه به عرصه‌ای که علوم، علم و دانش حرکت میکنه، مال فقط یک نژاد نیست، فقط مال یک قوم نیست. اعمال این روشات عرض شود که در تمام این موارد همینطور که عرض کردم دولت نقش اساسی داره، تا اینکه این انقلاب صنعتی که صورت میگیره، حالا سرمایه های صنعتی میان تو میدون و اون وقت تئوری هاش رو در حقیقت آدم اسمیت و ریکاردو به ویژه داره چیز میکنه که دولت دیگه نباید دخالت بکنه. در دوران مرکانتیلیسم میبایست دخالت میکرد برای اینکه دوران انباشت اولیه سرمایه است، ولی بعدش سرمایه های اون چیزی که حالا میگن کارآفرینان، اینو انترپرنور در حقیقت، یعنی اونهایی که سرمایه های کوچک صنعتی که میان و ابتکار دارن، اختراع دارن، نوآوری دارن، اینا میان و هیچ به اصطلاح دخالت دولت رو نمیخوان و در نتیجه به اصطلاح مسئله بازار آزاد و تجارت آزاد و اینا تازه مطرح میشه و دست نامرئی بازار، دست نامرئی بازار نیست، دست نامرئی در حقیقت عرض شود که سرمایه دارا هستش که قوانین خاص خودشو داره. که حالا ما دوباره میبینیم که در دوران من صحبت کردم روز شنبه که بعد از این که این دوره را هم پشت سر میذاره نظام سرمایه داری از اواخر قرن 18 تا تمام تا اواخر قرن 19، واقعا یک قرن تمام این دوره رو، و به اواخر قرن 19 که میرسه ته میکشه این، برای اینکه تمرکز و تراکم سرمایه به حدی میرسه که باید انحصارات به وجود میان و به وجود میارن برای اینکه نذارن نرخ سود سرمایه ها پایین بره و بازارهای خودشون کشش نداره، بنابراین باید برن بازارهای جدیدی رو تسخیر بکنن. دوباره دولت باید بیاد و دخالت بکنه. دوباره دولت میاد تو میدون و اونم دولت قدرتمند. امپریالیسم یعنی چه؟ یعنی در حقیقت سرمایه های مالی و یا سرمایه های انحصاری احتیاج به یک نیروی قاهر دارن برای اینکه بره این بازارها رو تسخیر بکنه. فقط بازارها هم نیست، مواد خام ارزان میخوان و بعدش هم البته کار ارزان میخوان، یعنی مناطق نفوذشون رو باید گسترش بدن، توسعه طلبی، تسلط بر کشورهای دیگه. امپریالیسم چیزی نیست جز رابطه سلطه و تابعیت. مارکس اون وقت بعدش البته یه مقدار چیزهایی رو از یکی از کشیش‌ها به اسم هاویت، متخصص الهیات و مسیحیت، ببینید چی میگه هاویت. میگه بربریت و توحش به اصطلاح مسیحی در سراسر مناطق جهان علیه تمام مردمی که توانستن زیر سلطه کشن قابل مقایسه با بربریت هیچ نژاد دیگری نیست. یه کشیش مسیحی داره اینا میگه. هرچه هم بربریت اقوام دیگر خشن، جاهلانه، بیرحمانه و بیشرمانه بوده باشد. در ادامه میخوانیم تاریخ استعمار هند به عنوان کشور نمونه سرمایه دار در قرار گرفتن، تاریخ یکی از خارق العاده ترین روابط خیانت، ریاکاری، ارتشا، عرض شود که قتل عام و فرومایگی است. اروپاییایی که رفتن به این کشورها، عزیزان ببینن پرتغالی ها و هلندی ها که اومدن به خلیج فارس چیکار کردن. شاخص‌ترین نمونه آن روش دزدیدن انسان‌ها از جزایر سلب برای کار بردگی در جاوه. آنان
دزد حرفه‌ای برای این کار تربیت می کردن. هلندی های متمدن و پرتغالی ها. یکی از ماموران هلندی اینطور گزارش میده: به طور مثال همین شهر مکسر مملو از زندان‌های مخفی است که یکی از نفرت‌انگیزتر از دیگری است و آکنده است تیر روزانی است که قربانی آزمندی و استبداد بوده و از خانه و کاشانه خود به زور کنده شده و زیر می‌رفتن کشورهای دیگر را اینجوری می‌کردن، غارتشون می‌کردن، اون وقت می‌آوردن تمدنشون را در هلند. همین هلندی‌های متمدن، هلندی‌ها، مثالش را عزیزان ببینم. برای ورود به مالاکا که قبلا پرتغال گرفته بودش، حکمران پرتغالی آن را رشوه دادن که بذار وارد بشن. او در سال 1641، این قرن 17 همه، به هلندی ها اجازه ورود به شهر را داد. آنان بیدرنگ به خانه او شتافتند و به قتلش رساندند تا از دادن 21875 لیره مزد خیانتش پرهیز بکنند. هلندی ها علیه پرتغالی ها. آنان به هر جا پا گذاشتن اون را نابود کردن و مردمش را قتل عام کردن. مارکس در همونجا به بحث خود درباره تجارت خارجی انگلیس این طور ادامه میده: همون گونه که خوب میدانیم، شرکت انگلیسی هند شرقی علاوه بر تسلط سیاسی بر هند، انحصار ویژه تجارت چای، کل تجارت چین و انحصار حمل و نقل کالاها میان کشورهای اروپا رو به دست آورد. حالا این چه اهمیتی داره برای عقب نگه داشتن شرق یا جنوب یا کشورهای قربانی اینها و پیشرفت خودشون در اروپا؟ نکته فوق العاده مهمه که من اینو بعداً عرض شود که اما تجارت میان سواحل هند و بین جزایر در انحصار کارکنان و بلندپایه هند شرقی گذاشتش. انحصار نمک، تریاک، بتل که یه ماده جویدنی، عزیزان هندی ها رو دیدن بسیار می جوهن و بعد آب دهانشون رو چیز می کنن، و دیگر کالاها منبع بیپایانی از ثروت بودن. همین لورد کلایو از کجا ثروتاشو به دست میاره؟ انحصارش رو اینا به دست گرفتن. این کارکنان خود بهای کالاها رو تعیین و هندیان تیربخت را غارت می کردن. بنا به یکی از آمارهای ارائه شده به پارلمان، کمپانی و کارکنان آن، یعنی هند شرقی، میان سالهای 1757 و 1766 6 میلیون لیره هدیه از هندیان، 6 میلیون لیره اون زمان. میان سالهای 1769 و 1770 انگلیس‌ها با خرید تمام محصول برنج و خودداری از فروش آن مگر به بهای گران در هند قحطی به وجود آوردند. بعدش اینجا مارکس یه نکته‌ای رو که از نظر استعمار و امپریالیسم نکته تاریخی فوق العاده پر اهمیتیه و این نکته رو دریافت مارکس، میگه که امروز زمان خودشو داره، میگه برتری صنعتی برتری تجاری را به همراه می آورد. موقعی که انقلاب صنعتی شد و کالاهای ارزان به طور با ماشین‌های اتوماتیک ایجاد شد، در حالی که کشورهای دیگه از انقلاب صنعتیشون جلوگیری شده، بنابراین این برتری صنعتیه که برتری تجاری به وجود میاد. در حالی که اما در دوران صنایع کارگاهی، یعنی در دوران مرکانتیلیسم، برتری تجاری بود که برتری صنعتی رو به وجود می آورد. در اون زمان، یعنی در دوران مرکانتیلیسم، چیکار کردن؟ نیروی دریایی انگلیس وسیله تجاری شد بین کشورها و بنادر مختلف، و در نتیجه از این طریق بود که میتونست غارت و چپاول بکنه و تجارت رو در انحصار خودش بیاره و در نتیجه انباشت اولیه به وجود بیاره. بنابراین انحصار تجارت و برتری تجاری بود که میتونست برتری صنعتی به وجود بیاره. در حالی که الان
که انقلاب صنعتی صورت گرفته برتری صنعتیه که میتونه برتری تجاری به وجود بیاره، برای اینکه اونای دیگه نمیتونن باش رقابت بکنن. عزیزان دقت بکنن که چه چیزی چه صورت گرفته، چرا کشورها بعضیاشون عقب موندن و همینطور که عرض کردم چطور شد که ژاپن عقب نیفتاد و از دستشون در رفت. بی جهت نیست که پل باران، و این رو من با آنکه چندین بار نقل قول کردم دوباره میخوام اینجا نقل قول بکنم، که اگر هند به حال خودش رها میشد چی میشد. پل باران این رو متفکر بزرگ در کتاب عرشبت که The Political Economy of Growth یعنی اقتصاد سیاسی رشد، امیدوارم که فارسی فکر میکنم ترجمه شده باشه، قبلا که یه ترجمه شده بود ولی زیاد چیز نبود، جالب نبود، میگه که هند اگر به حال خود رها میشد به مرور زمان میتوانست راهی کوتاه‌تر و یقیناً کم پیچ و تابتر برای رسیدن به جامعه‌ای بهتر و متنعم‌تر پیدا کند. دقیقاً همینطوره. هند هنوز کمر راست نکرده بعد از 2 یا 3 قرن. تردیدی نیست که برای طی چنین راهی هند میبایست بهای گذشتن از درون یک مرحله پاکسازی و توسعه بورژوایی را میپرداخت. از مرحله بورژوایی میبایست میگذشت. اما اگر هند نیز همچون برخی کشورهای خوشبخت دیگر که اینا چنگ روش ننداختن به حال خود رها میشد تا سرنوشت خود را به دست خیش تعیین کند، منابع کشورش را به نفع مردم به کشور خود به کار اندازد و توانایی ها و انرژی خود را که صحبتش کردیم مردم هند چه توانایی هایی دارن در پیشبرد امر مردم خود هدایت کند، در آن صورت هندی متفاوت با امروز و دنیایی متفاوت با امروز می داشتیم. من از بعضی از نقل قول‌ها برای این که میخوام که این رو به جایی برسونمش میگذرم و میریم روی این که اگر این گذشته بود در حال حاضر چطوره، که بعد از این که انقلاب صنعتی رو میکنن بازم دست وردار نیستن. در مرحله اول قبل از انقلاب صنعتیشون باید غارت و چپاول بکنن و صنایع نطفه‌ای و اولیه این کشورها رو باید خرد و متلاشی بکنن، ولی بعد از اینکه انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن ولکن شدن به هیچ وجه. حالا ببینیم چرا. اثر بلافصل ماشین‌ها که حالا دیگه انقلاب صنعتی شده، از یک سو افزایش نیاز به عرضه مواد خامه که باید حالا کشورهای اونایی رو که عقب انداختن باید مواد خام تولید بکنن، به همون اندازه که به طور مثال ماشین پنبه پاک کنی تولید پنبه را افزایش میده، بنابراین به پنبه بیشتری احتیاج دارن. مصر رو وادار میکنن که پنبه کاری بکنه، هند رو وادار میکنن که کتان کاری بکنه، کتان تولید بکن. از سوی دیگر ارزانی اجناس تولید شده با ماشین و بهبود وسایل حمل و نقل و ارتباطات صلاح مؤثری برای تسخیر بازار خارجی رو فراهم میاره. حالا باید بازار داشته باشن برای کالاهاشون. ماشین ها با نابود کردن تولیدات دستی در کشورهای دیگر به زور اونها را به سرزمین هایی برای تهیه مواد خام کشورهای پیشرفته تبدیل می کنن. به این ترتیب بود که هند شرقی وادار به تولید پنبه شد، پشم و کنف و نیل برای چیز یعنی مواد اولیه برای بریتانیا. صنایع مدرن با افزودن دائمی شمار بیکاران در تمام کشورهایی که ریشه دوانده، حالا دقت کنن عزیزان که از سوی دیگه به دلیل بحران و افزایش به اصطلاح ارتش بیکار که در انگلیس و سایر کشورهای اروپایی به وجود، اینا مهاجرت میکنن، میرن به استرالیا، میان به نیوزیلند و اونجا رو تسخیر میکنن. به مهاجرت و استعمار سرزمین‌های دامن این سرزمین‌ها به مهاجرنشین‌هایی برای تولید مواد خام برای کشور مادر تبدیل می‌شوند.
که ابتداش هم امریکا اینطور بوده، هم استرالیا و هم نیوزیلند، پشم و کنف و به اصطلاح چیزای اینجوری. در نتیجه این بسیار پر اهمیته که نتیجه همه اینها از قرن اواخر قرن 15 تا قرن 18 و میرسیم به قرن 19 نتیجه این چی میشه؟ تقسیم کار جهانی به وجود میاد که آقای ریکاردو شدیداً از این قضیه دفاع میکنه، میگه آره تقسیم کار جهانی باید به وجود بیاد، تقسیم کاری که برای نفع نیازها، برای رفع عذر میخوام نیازهای مراکز عمده صنایع مدرن مناسب و به نفعمونه. مسلمه که ما مواد خام و اولیه تولید بکنیم، اونا هم به اصطلاح فرآورده‌های صنعتیشون رو به کشور ما بفرستن و یک بخش از جهان رو به سرزمین عمدتاً کشاورزی جهت عرضه به بخش دیگر جهان که عمدتاً صنعتی است تبدیل میکنن. خیلی راحت. به قول پال سویزی، من اینجا یکی دوتا نقل قول از پال سویزی میارم که بحث به اصطلاح به جایی برسه. به قول پال سویزی به این ترتیب اثر سرمایه داری بر دیگر مناطق جهان به هیچ رو محدود به مراحل اولیه ظهور سرمایه داری نمیشه، بلکه اثر ویرانگر آن در دوران صنایع مدرن ادامه یافته، به دلایلی که صحبتشو کردی. با این تفاوت که اسلحه‌ای که اکنون به کار میبرن دیگر به صورت زور و خشونت اوریان نیست. پال سویزی الان زنده نیست تا ببینه زور اوریان چطور الان دوباره اثر گرفته شده. ایشون فوت کرد. کاش زنده بود و میدید که دوباره زور اوریان به مرحله جدیدی از استعمار در این وارد میشیم و زور اوریان در این وارد میشه. زنده نمون تا ببینه. بیه که فرقش اینه، اکنون به کار دیگر به صورت زور خشونت اوریان نیست، بلکه به صورت رخنه پنهانی از طریق قدرت بازار است. اون دوران به سر رسید. از 11 سپتامبر بعد اینطور نیست دیگه. این دوره جدیدیه که حتی پال سویزی و هری مکداف فرصت دیدنشو پیدا نکردن و در گذشتن در اوائل عرشبت که 2004 و 2005. البته به اصطلاح اون موقع دیگه نمیتونستن دقیقاً به اصطلاح چیز بکنن که چی داره اتفاق میفته. اگر سرمایه داری را نظامی جهانی در نظر بگیریم، پیشرفت بخش های پیشرفته در تمام مراحل نتیجه مستقیم عقب رفتن بقیه جهان بوده است. آنچه که اتفاق میفته توسعه نیافتگی در حقیقت در کشورهای جهان سوم، به ویژه در افریقا. این چیزی که سمیر امین بعدش میگه، توسعه نیافتگی، یعنی رشد یک بخش باعث عقب ماندن بخش دیگری میشود. جهان یکی شده، کاملا درسته، ولی رشد و ترقی یکی مساوی با ضعف و نابودی بخش دیگره، مگر اینکه خودش رو از این چنبر رها بکنه، مثل امریکای لاتین. اگر در این چنبر بمونه همینه. از این رو تردید نمیتوان داشت که مارکس بر رابطه میان پیشرفت سرمایه‌داری در اروپا و توسعه نیافتگی در بقیه جهان آگاه بود. او عناصر بنیانی نظریه سرمایه‌داری در حکم نظامی جهانی رو در دست داشت. حالا داره میگه که تأسف در این است که پیروان او به موقع متوجه این مسئله نشدن. داره به بعضی از اینایی که میگن آره سرمایه‌داری بسا رفته اونجا و اونجا را هم سرمایه‌داری کرده، مثل آقای بیل وارن، و اهمیت بست این نظریه را درک نکردن. اگر آنها این مسئله را درک کرده بودند، مسلماً میتوانستن بر این باور باشند که کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره امپراتوری سرمایه‌داری در وضع به اصطلاح فئودالی هستند یا اقتصاد وابسته. میگه که این کشورها کشورهای فئودالی نیستن، بلکه در حقیقت کشورهای وابسته هستن. البته نیروهای مولدهشون عقب میمونه و نیروهای به اصطلاح پیش سرمایه‌داری هم میتونن درشون به قدرت برسن، مثل الان به اصطلاح نیروهای پیش سرمایه‌داری که در ایران حکومت میکنن. عرض شود که در وضع فئودالی یا اقتصاد و علیل آنها چیزی جز یک بورژوازی وابسته و علیل نمیتونه باشه. در اون صورت اینان از همون ابتدا غیر عاقلانه بودن طرح
نظریه مانیفست رو که به اصطلاح در مانیفست مارکس صحبتش رو میکنه که میره به این کشورها رو سرمایه‌داری میکنه. این به اصطلاح نقل قولهایی که میارن یه بخشش هم از مانیفسته، متوجه نیستن که بعدن مارکس نظریاتش بعدش اینجا میخواستم در این 10 دقیقه‌ای که باقی مونده بحث رو به اینجا برسونیم که پال سویزی بعدش میاد در کتاب مدرن کپیتالیسم اینا رو به اصطلاح در دهه 1970 یا اوائل 80 نوشته مارک پال سویزی، چندین مقاله است در این کتاب، مهمیه واقعا و میخواستم از اون یه نقل. از این رو تاریخ سرمایه‌داری رو میتوان چنین خلاصه کرد. با آنکه اینو من چند بار نقل کردم ولی خوبه که دوباره به اصطلاح به نظر من یکی از جمع‌بندی های علمی و دقیق واقعا. سرمایه‌داری به عنوان نظامی جهانی از اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16، یعنی زمانی آغاز می‌گردد که اروپاییان به هنر مسافرت دوردست دریایی دست یافتند. برای اینکه عثمانی‌ها اومده بودند در واقع راه ابریشم و راه غرب به شرق رو گرفتن و اینا به دریا زدن و از گوشه کوچه که از جهان بیرون آمده و دریاهای هفتگانه رو در نوردیدن و به اسلحه آتشین و کشتی‌های قدرتمند دست پیدا کردن و رفتن جاهای دیگر رو تسخیر کردن. از اواخر قرن 15 که ما میدونیم 1492 کریستوف کولوم میره و به قول معروف دنیای جدید رو چیز میکنه، کشف میکنه و آغاز به غارت، چپاول و تجارت کردن. از آن زمان به بعد سرمایه داری اینجا نکته است که به همین دلیله که آقای بیل وارن و دیوید یافی چطور در حقیقت به پال سویزی، پال باران، هری مکداف و تمام اینهایی که در حقیقت اعتقاد به این دارن که امپریالیسم چطور نقش اساسی در عقب ماندگی کشورهای به اصطلاح جهان سوم یعنی شرق و جنوب داشته حمله میکنن. همین آقای دیوید یافی و بیل وارن حمله میکنن به اینها. از آن زمان به بعد سرمایه‌داری از دو بخش کاملا مجزا و متضاد با هم تشکیل شده است، شرق و غرب، جنوب و شمال. از یک سو شمار کوچکی کشورهای غالب و استثمارگر و از سوی دیگر شمار بسیار بزرگتری کشورهای زیر سلطه و تحت استثمار. این دو بخش به طور جدایی ناپذیر به هم پیوند دارن. یعنی یه دهکدهی کوچک درسته ولی رابطه چطوره؟ رابطه سلطه و تابعیته، رابطه استثمار، مافوق استثماره، رابطه خونریزی یک جانبه است و هر آنچه در هر یک از این دو بخش اتفاق میفتد اگر جدا از کل سیستم در نظر گرفته شود قابل درک نخواهد بود. غارت یک بخش باعث ثروت بخش دیگر میشه. این مسئله نه تنها در نیمه دوم قرن بیستم صادق است بلکه در دوره مرکانتیلیزم نیز صادق بود که اونو صحبتشو کردیم. این فقط کشورهای پیشرفته نیستند که مدرنند، عقب افتادگی نیز پدیده این مدرن و بخشی از همین مدرنیته است. یعنی پیشرفته یکی در واقع عقب ماندگی یعنی چه؟ ما که میگیم کشورهای عقب مانده، فرضاً عرض کردم که تا سال 1820 تفاوت بین فقیرترین کشور و غنیترین کشور یعنی انگلیس 1:3 بوده. یعنی در حقیقت فقط ثروت و چیزش به سال 1975 که میرسیم 1:75 میشه. یعنی در عرض همون 100 سال چه اتفاقاتی میفته؟ برای اینکه چند تا کشور اروپایی تسلط میکنن بر بقیه جهان و غارت و خونریزی یک جانبه صورت میگیره. یعنی مدرنیته فقط مدرنیته اروپا نیست، عقب ماندگی هم یک پدیده مدرنه. به سخن دیگر سکه سرمایه‌داری دو روی دارد، پیشرفت یک سو همراه با عقب ماندگی دیگری است، درست برخلاف اونچه که بیل وارن و دیوید یافی میگن.
نیروی محرکه بنیانی در نظام جهان، نظام سرمایه در جهان در مجموع همانا فرایند انباشت سرمایه است در کشورهای پیشرفته است. این فرایند با آن چیزی آغاز شد که انباشت اولیه سرمایه، انباشت اولیه خود، فرایندی دو جانبه که دو بخش داره. یکیش ایجاد نیرویی که طبقه کارگر باشه از مزد بگیران در خود انگلیس، که به عزیزان من تاریخش رو عرض کردم که فقط در زمان هنری هشتم 75 انگلیسی گردن زده میشن و به گاری بسته میشن. اینا طبقه کارگر انگلیس هم که ای پی تامسون در کشور The Making of British یا English Working Class، تاریخ طبقه سرمایه کارگر انگلیس رو ای پی تامسون، کتاب معروفیه، قطور. پس این یکیه که به اساس سلب مالکیت از به اساس دهقانان انگلیس میشه، یکی از چیزهای انباشت اولیه سرمایه در خود انگلیس. دو، انباشت مقادیر عظیمی سرمایه های نقده که از کشورهای دیگه غارت میشه. طبقه کارگر در درجه اول با مصادره زمین های دهقانان به وجود میآید و سرمایه های عظیم از چپاول کشورهای تسخیر شده به دست نیروهای نظامی چند کشور اروپایی که از دولت استفاده میکنن و سودهای کلان تجاری در بازار انحصاری مستعمرات. همینطور که عرض کردم، هم چای رو، هم تریاک رو، هم بتر، همه اینها رو به حساب در انحصار خودشون میگیرن و سودهای عظیمی به جیب. پس از این که مرحله اول که همراه با قتل، غارت، چپاول و اعمال زور نظامی چه علیه دهقانان و کشورهای پیشرفته که انگلیس باشه، اینا رو مارکس وسیعاً باز میکنه از نوشته های خود انگلیسی ها که در خود انگلیس چه اتفاقاتی افتاد و چه مردم تحت سلطه مستعمرات بود انباشت اولیه. بعد از اینکه این کار رو انجام میدن و انباشت اولیه صورت میگیره و به همراه پیشرفت های علمی البته که در خود انگلیس صورت میگیره، انقلاب صنعتی در سلسه در حقیقت سوم قرن 18 صورت میگیره، بعدش چی میشه؟ درست مثل این آدمو به یاد مافیای ایتالیا میندازه و یا مافیایی که بعداً در انگلی در امریکا بودن، دنباله های به اصطلاح همون عرصه‌ات که مافیاهای چیزی که اینا از طریق قتل و غارت و کشتار و فلان اینها ثروت‌های عظیمی به دست آوردن، بعد همین ثروت‌هاشون رو در تجارت الان اشخاص بسیار محترم و اشرافی هستن و فیلانتروپیست شدن، یعنی به حساب انسان دوستی، به حساب میلیون ها دلار به حساب اینان چیز میکنن، اسم ساختمون ها و لابراتوار ها و اینا، یعنی بیرون کشیدن. بعدش آنگاه پروسه عادی انباشت سرمایه، یعنی بیرون کشیدن ارزش اضافی از کارگران و انباشت اون از سوی سرمایه‌داران آغاز میشه که قوانینش رو واقعا در سجلد کاپیتال مارکس می‌نویسه که حالا مسئله ارزش اضافی چیه، حالا که به اصطلاح انقلاب صنعتی صورت گرفته و حالا پروسه عادی آغاز شده. مرحله اولش غارت و چپاوله. بخش بزرگی از این ارزش اضافی به اصطلاح به سرمایه به اصطلاح تبدیل شد. این فرایند بنا به ماهیتش فرایندی، حالا عزیزان دقت بکنن، مرحله اول به دولت احتیاج داشتن و چپاول کردن، اووردن و انقلاب صنعتی صورت گرفت و بعدش آدام اسمیت میگه که دیگه نباید دولت دخالت بکنه و دیوید ریکاردو. حالا ببینیم بعدش چه اتفاق میفته. این فرایند منابع ماهیتش فرایندی گسترش یابنده و نامحدوده، حد و مرز نمیشناسه سرمایه و این تضاد حل ناپذیریه. امکان نداره که به حساب برای اینکه حد و مرز نمیشناسه در حالی که طبیعت محدوده، دارنش طبیعت رو به طرف نابودی میبره، که دائم نیاز به عرصه های تازهی برای سرمایه گذاری داره، سرزمین های جدیدی میخوان، کجا رو دیگه برن بگیرن مگر برن به کره ما، نیاز به نیروی کار بیشتر داره، مواد اولیه و خام بیشتر داره، تا کی میتونن نفت و عرشبت که و سایر چیزها و بازار بیشتر برای عرضه کالاهاش. وظیفه دولت سرمایه‌داری همانا، حالا دوباره برمیگردیم که دولت دوباره باید دخالت بکنه در مرحله بعدی، یعنی در مرحله امپریالیسم جدید در واقع که از اواخر قرن 19 شروع میشه و باید
دولت دخالت بکنه، برن افریقا و سایر کشورها رو بگیرن و ایجاد شرایط مناسب برای انباشت سریع سرمایه. بنابراین این مرحله است، الان ما در این مرحله هستیم و برداشتن